فضیحت دروغهای روحانی و اعتراف های رسانه های حکومتی از شنبه ای که روحانی از آن سخن میگفت، نه تنها چیزی بهتر نشد بلکه روز به روز شرایط سختتر و تلختر شد در هفته اخیر سیر سعودی عجیبی گزارش شده اما روحانی می گوید نزولیست پزشکان میگویند، گویند تخت های بیمارستان ها پر هستند رسانه حکومتی رویداد 24 13 فروردین 99 از شنبه ای که روحانی از آن سخن می گفت نه تنها چیزی بهتر نشد بلکه روز به روز شرایط سختتر و تلختر شد این در حالی است که مسئولان با بدتر شدن شرایط باز هم اعتقادی به قرنطینه نداشتند ادارات از پنجم فروردین ماه آغازه به کار کرد و درست در همین زمان تعداد افراد شناسایی شده در 24 ساعت از 1411 نفر در چهارم فروردین ما به 2206 نفر در روز ششم فروردین یعنی فردای بازگشایی ادارات و بانک رسید. این تصمیم ها در حالی گرفته شد که به گفته کارشناسان هنوز پیک ویروس کرونا در کشور رد نشده است. تعداد مبتلایان به کرونا در 11 فروردین یعنی حدود یک هفته پس از بازگشایی ادارات به 3186 نفر رسید. آمارها نشان می تعداد مبتلایان از افزایش 20 نفر 20 نفر به سیر افزایشی 3000 نفر 3000 نفر در هر روز رسید است. وزارت بهداشت معتقد است بهترین عملکرد ممکن را داشته و اروپایی ها بدانند ایران چه می کند که این چنین موفق بوده است. فارغ از ادعاهای بیپایه این چنینی آیا بهتر نیست مقامات تصمیم گیرنده یک بار دیگر آمار را نگاه کنند؟ سایت احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 14 همه فروردین 99 سخنان حسن روحانی درباره شیوع ویروس کرونا در کشور حاکی از عدم تحمل وی در این موضوع است از نخستین روزها که گفت از شنبه همه چیز به روال عادی برمیگردد باید حدس میزدیم که بعدتر چه خواهد گفت او مدعی شده آمار ابتلا در همه استانها سیر نزولی دارد در حالی که چند دقیقه بعد سخنگوی دولت جلوی دوربین ها از این میگوید که بیشتر استانها در وضعیت نزولی هستند در هفته اخیر سیر سعودی عجیبی گزارش شده است و آمار تفکیک شده استانها هم ارائه نمی شود اگر از روزهای اول فروردین از پیک بیماری عبور کردیم پس چرا از روز هفتم فروردین شاهد جهش در آمار مبتلایان بوده ایم؟ روحانی مدعی خالی بودن تختهای بیمارستانی و آی او در کشور شد که این ادعا هم از منظر افکار عمومی قابل پذیرش نیست. مثلا روز سهشنبه گفتگوی با رئیس بخش افونی بیمارستان مسیح دانشوری او به سراحت می گوید که بیمارستان خالی نیستند و پر هستند. دیگه و نفش روحانی و های زنجیره‌ای رژیم در وحشت از برملا کردن پنهانکاری مجرمانی آخوندها توسط مجاهدین و فوران خشم و قیام مردم ایران علیه کرونای ولایت در ماهواره‌ها، در فضای مجازی تبلیغ می‌کردند که نمیدونم دولت ایران کارآمدی نداره، نظام ایران کارآمدی نداره خودشون جراد نمی‌کنن. از اون محل رسانهشون برن بیرون از ترس و باز هم حرف میزنن خبرگزاری حکومتی ایسنا 13 فروردین 99 در روز دوازده فروردین ماه 1399 کانال های تلگرامی وابسته به مجاهدین با انتشار ویدیویی شایعه حفر گورهای دست جمعی برای دفن جانباختگان کرونا در لنگرود را منتشر کرد که مشخص کردید این شایعه کذب است. کانال های تلگرامی وابسته به مجاهدین مدعی تهدید فعالان فضای مجازی توسط کارگروه فضای مجازی ستاد ملی مقابل با کرونا شدند که مشخص کردید این ادعا کذب است. کانال های تلگرامی مجاهدین شایعه مخالفت خامنه ای با درخواست روحانی برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا را منتشر کرده و مدعی شدند که خامنه ای به خاطر هزینه دارایی های صندوق توسعه ملی در جبهه مقاومت با این درخواست مخالفت کرده است که مشخص کردید این شایعه کذب بوده و تا کنون پاسخی به درخواست رئیس جمهور داده نشده است.